بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی، سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عزیزا، بی‌حسی آیا باطل کننده روزه است یا نه؟ سوالی که زیادتر امروز مطرح میشه. اولی که عزیزا، بی‌حسی به چند نوع است. یک بی‌حسی است که توسط گاز و توسط یک دستمال دوا زده میشه و در پیش دماغ گرفته میشه و انسان بیهوش میشه، نمیفهمه. یک، این نوع بی‌حسی را هیچ عالمی نگفته که روزه را باطل میکنه. بی‌حسی دوم که بی‌حسی چینی مشهور است، که توسط سوزن بعضی از نقاط که در روی عصب وجود داره را میزنن و انسان بعد از زدن از او بی‌احساس میشه، احساس از دست میده. این هم روزه را باطل نمیکنه. بی‌حسی دیگه وجود داره که جریان خون توقف میده. با بعضی از گیاهای دارویی که وجود داره از او استفاده میکنن و سریعترین حالت را به وجود میاره که یک شخص بی‌حس میشه و از حال میره. آیا این روزه را مشکنانه نمشکنانه؟ در این رابطه علما اختلاف دارن و گپی که در رابطه با این در علمای سابق ما بیان شده بوده، مغمی علیه کسی که بیهوش میشه، آیا بیهوشیش روزش باطل میکنه نمیکنه؟ حالا ببینید، در این هم دو نوع است. اگر یک انسان از اول روز بیهوش است تا به آخر روزه، یعنی از صبح صادق بیهوش است تا به غروب آفتابه، در این هیچ اختلاف نیست. همه علما میگن که روزه شخص باطل است یک روز دیگر را قضایی بیارن و اینها به حدیث قدسی که از پیامبر علیه السلام روایت است استدلال میکنن که پیامبر علیه السلام از الله روایت میکنه که بنده به خاطر من از خوردن و از نوشیدن خود باز داشته. پس انسانی که بیوش باشه خوردن نوشیدن نداره که به خاطر خدا باز داشته باشن. از این استدلال کردن که روزه شخص باطل است. اما اگر یک انسان در طول روز قسمتی از روزه بیوش بود، آیا روزه از این صحیح است یا صحیح نیست؟ در این رابطه اختلاف علما وجود داره. مذهب امام شافعی رحمه الله و مذهب امام احمد ابن حنبل وی است که روزه شخص درست است، هیچ نوع اشکالی نداره. اما مذهب امام مالک میگه روزه چنین شخص مطلقاً باطل است و درست نیست. و مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است میگه اگر پیش از زوال، پیش از اینکه آفتاب به آسمان باشه و طرف زوال رفته باشه، پیش از این اگر این شخص از بیهوشی خود در هوش میآید، روزش درست است، نیت دوباره کنه، روزه خود را بگیره، هیچ مشکلی نداره. اما اگر بعد از زوال این شخص به هوش میآید، روزش اعتبار نداره، یک روز روزه خود را دوباره این شخص قضایی میاره. اینی بود عزیزا احکامی که در این رابطه و قول راجعی که علمای معاصر امروز انتخاب کردن، اما قول و فتوای امام شافعی و امام احمد ابن حنبل است که میگن روزه شخص باطل نشده و روزهش به صحت خودش باقی است. موفق باشین. سلام علیکم و رحمت الله.